درود بر همه شما عزیزان، آرام هستم و امروز اومدم از یک برنامه تماما ایرانی برای شما گزارش تهیه کنم. برنامه امشب یک کنسرته که محل برگزاریش در این ساختمونه. اسم این ساختمون هست کادیگن هال. کادیگن هال یک تالاریه با ظرفیت 900 نفر که در سال 1907 ساخته شده. در حال حاضر خانه ارکستر ملی انگلستانه و البته به خاطر این شیشه های رنگی کوچولوش هم بسیار معروفه. برنامه رومی و صوفی امشب که برگزار میشه با زحمات خانم فهیمه خرازی هستش. راجع به فستیوال هنر، کارهایی که انجام میده، هدف اصلیش، یک مختصری اگر برای ما توضیح بدین. خواهش میکنم. با درود فراوان، قصد ما این است که بگیم، این ببخشید باید به انگلیسی بگم، Persian culture and art to British. در نتیجه ما اول باید تحقیق کنیم، بعد از تحقیق باید یک برنامه رو بذاریم. راجب برنامه صوفی که شما سوال کردید، رومی و صوفی، اشعار رومیه که ترجمه شده به انگلیسی و فارسی، گفته میشه بهترین گویندگان هستن و رقصنده ها و موزیک سنتی که خودتون هستید و شاهدش خواهید بود. میخوام برم سراغ هنرمند اولمون که چهره آشنا و به نام، با دیدن تصویر ایشون دیگه نیازی به توضیح من باقی نمیمونه. اما دوست دارم بگم که این هنرمند با وجود اینکه از نوجوانی به اروپا سفر کرده، گویش پارسی بسیار زیبایی داره و نکته جالبتر که در مورد کار این هنرمند هست اینه که برای بیان کلمات زبان متفاوتی داره. آره، یه زبان متفاوت، زبان رقصی که بهش اشاره میکنید یقیناً بسیار گویاتر است از تمام واژه‌هایی که من با ناآگاهی خودم میتونم پشت هم بندازم و جملاتی بسازم که نتونه به اون اندازه‌ای رو که حرکات من میتونه گویا باشه و حرف بزنه به مردم، حرف داشته باشه برای گفتن. بنابراین همونطور که به زیبایی اشاره کردید، میتونیم بسنده کنیم صرفاً به یک سری تصاویری که از من هست و از شنیدن حرفهای من گذر بکنیم. عادت کردیم فکر میکنیم اولا که رقص صرفاً باید تدایی نشاط باشه، شادی باشه، در صورت که نیست. کما اینکه تمام ترکیب‌های رقص که امشب خواهید دید همشون از درد جامعه نشاط گرفتن. تمام ترکیب‌ها فریاد از خفقان است، از زلزله بم. این زلزله یک زلزله فقط یک اتفاق نیست. درد من رو که امروز دارم زلزله بم رو میرخصم یا زلزله رودبار رو میرخصم، فقط یک اتفاق نیست که بگیم که طبیعت این دست ستمگرش رو باز دوباره انداخت به روی جامعه. حالا چرا هر دفعه باستی به جامعه ما برخورد بکنه این دست ستمگر که همش رو بنزیم به گردن طبیعت؟ نه، این دست ستمگر در درون ماست. من این رو میخوام بگم. چیزی که ما سعی کردیم که بیشتر بگنجونیم توی این برنامه از طریق تصویر، رقص که حالت سما داشت، این کاری که من دارم میکنم روی سما این نیستش که مردم امروز فکر میکنن که دوباره چنگی است که به سمت دیانت زده شده، یعنی دوباره استقبال دین یا مذهبی رفته باشیم، حداقل من رفته باشم. به خاطر که این رقص قبل از اینکه هر چیز دیگه ای باشه، یعنی یک حرکت آزاد جسم آدمی است که احتیاج به بودنش هست. انجام حرکات موضوع و بیان متفاوت کشید. چیزی که من رو البته این فقط به یعنی
سابقش به بودن من در غرب نیست، سابقش از بودن من در ایران شروع شده، یعنی که آمدن من اینجا چیزی رو نتونسته کنترل بکنه. نیاز من به رقصیدن، نیاز من به ارتباط داشتن با موسیقی و ادبیات فارسی یه نیازی است که نبودنش باعث قطع ادامه زندگی من خواهد بود. که انجام دادین گفتین رقص های شما تلفیقی از رقص های مختلف سراسر دنیا است، تماما ایرانی نیست. در مورد زبان فارسی این تلفیق به نظر شما شیرینش میکنه؟ چون خیلی از عزیزان که دوست دارن فارسی گوی باشن میگن که خیلی از کلمات رو باید حذف کنیم. آره، اون عزیزان یعنی در راستای صحبتتون کاملا متشکرم، موازات زیبایی است. اگه بخوایم واقعا واژه‌های بیگانه‌ای که در زبان ما اومدن رو حذفش کنیم، واسه یه سری کتابمون هم بریزیم تو سطل آشغال. برای من یکی از زیباترین آثار نثر فارسی گلستان سعدیه. چون منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. بنابراین ما تمام اینو بریزیم تو سطل آشغال بخاطر که همش عربیه. اتفاقا زیبایی اینه که شما تمام واژه‌های کریه رو بلد باشی، کاربردشون مهمه. اگر عربی رو میتونم ازش استفاده بکنم به زیبایی یا ترکیبش بکنم با دستور زبان فارسی، چرا که نه؟ به این زیبایی همه شعرهای ما ازش استفاده کنم. نه شرقیم نه غربیم، نه شرقیم نه غربیم، نه بحریم نه بریم، می‌خوایم بریم سراغ یکی از رقصنده‌های دیگه که ایرانی نیستش، کارن گونزالس، باهاش مصاحبه کنیم که امشب قرار همراه با شاهرخ مشکین قلم عزیز روی صحنه اجرای نمایش کنیم. Karen, how are you? Hello. Thank you so much for giving us time interviewing you. When did you start dancing? I started when I was 6 years old. I began with classical ballet, and then I began flamenco at 18, at the age of 18, and I started at the same time Persian dance with Shahrukh. Meeting Shahrukh is meeting Persian culture and specific Persian culture, poetry, music, dance, and I was made by this world. I saw that poetry was the beginning of every art, every art in Persia. Yes. For example, you know, when you hear Rumi, yes, you after the singers is singing the poetry of Rumi, and the music is respecting the rhythmical of the verses of Rumi or Hafiz. در کنار گروه موسیقی هستیم که قرار امشب بالای صحنه برن و اجرای نمایش کنن، دو برادر نازنین و آقای نعمت ناصر. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون در دستگاه نوا، روی اشعاری از مولانا من قیچک میزنم تو این کنسرت و آواز میکنم. چون که قدم می نهد شوق تو در ملک جان، آقای پیشام شما امشب
قراره ساز بزنید. منتها چه سازی میزنید؟ قراره چند تا ساز پرپشن بزنم که ساز اصلیم تومبگ و دف و همینطور فریم درام که یه سازی که قابل کوکه و میتونیم تغییر کوک بدیم برای فضای بیس موسیقی ایرانی بیشتر میتونیم در واقع القا کنیم و ایجاد کنیم. آقای نعمت ناصر عزیز، شما هم ساز میزنید و امشب به جای نمایشی که میکنید با چه سازی هستش؟ ساز تار هستش. اگر الان در داخل ایران این کنسرت رو انجام میدادید چه حال و هوای متفاوتی داره؟ خب میتونم بگم اینجا هم که هستیم در واقع وقتی که با عزیزان ایرانی هستیم همون حس رو داریم که انگار که در ایران هستیم. میدونید موسیقی رو به غیر از ایران، به غیر ایرانی ها بخوای نشون بدی، فرهنگتو نشون بده، خیلی زیباست. این بود از کنسرت رومی و صوفی و تمام هنرمندهایی که باهاشون مصاحبه کردیم و ازشون گزارش تهیه کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. تا دیداری دیگر، بدرود.